پنلینگ بادی پانچ، یه ضربه به صورتش میزنه، یه اوورهند عالی میزنه به صورت فلوی مین بده. واو ایلانو ازن نگاه کنید، یه آپرکات محکم، چقدر این آپرکات رو زیبا میزنه. در نهایت با رایت پانچ های پی و پی کار رو تموم میکنه. باز شبیه روی جونز جونیور اینجا ضربه رو محکم میزنه، از لای گامیم نگاه میکنه کجا گارد بازه، با آخرین قدرت میزنه توکای محکم و اینجا آپرکات که گیج گیج کرده حریف رو و ولش نمیکنه و مشتای پی و پی که بهش میزنه و کار رو تموم میکنه. منتخبی از کانلو آلوارز اینجا با کریکلند در گوشه رینگ، دیدین چقدر قشنگ بادی پانچ رو نشون داد ولی زد تو فک حریف و کار رو تموم کرد. استاد این حرکت هاست، آپرکاتش اینجا میبینید که چقدر زیبا میزنه به حریف و قبلش شکم رو نشون داد فک رو زد. اینجا هم با آپرکات کار رو دیگه تموم میکنه. جاخالی رو ببینید، موی جاخالی میده کانلو آلوارز و در برگشت یه آپرکات عالی. سلطان جاخالی و گول زدن حریف همین کانلو آلوارزه که تا به حال ناکاوت نشده. اینجا با والدمیر چقدر قشنگ ضربای پی و پی به کارلوس باردمیر میزنه و ناکاوتش میکنه. ببینید چپ راستای بی نظیر، اینجا با یه دونه رایت پانچ وای اینجا وای میسته، یه جاخالی میده بعد ضربه رو میزنه، زیبا کار میکنه. در برگشت جاخالیش یه رایت پانچ میزنه و کارو تموم میکنه کانلو آلوارز. مشت اول اصلا میدونست بهش نمیخوره، خیلی نقطه زن، خیلی دقتش هم بالاست. مبارزش با لیام سمیث در گوشه رینگ، چقدر قشنگ بادی پانچ زد با کامبینیشن و کارو تموم کرد. بالا رو میزنه، یه دونه پایین بادی پانچ میزنه که حریفو ناکاوت میکنه. به چه زیبایی کانلو آلوارز. مبارزش با امیرخان، امیرخانی که خودش سلطان بود، اینجا ببین چه اوورهندی به امیرخان میزنه و کارو تموم میکنه. یه جبو نشون میده، همون اوورهند میزنه، خدا نگهدار امیرخان اسطوره. چه کسایی رم میزنه کانلو آلوارز. با صبر صحنه رو مشاهده کنید، نشون میده همونو با دست مخالف اوورهند میزنه و کار رو تموم میکنه. چه کرد با امیرخان. مبارزه بعدیش با کمه چیز، باز دوباره با یه لف هوک تموم میکنه کار رو. نگاه کنید، زیبا کار میکنه کانلو آلوارز با یه لف هوک عالی حریفو ناکاوت میکنه. چقدر زیبا، همچنان هم گارده راست خودش رو حفظ میکنه. در بالاترین سطح بوکس میکنه، 60 مبارزه کرده، 57 رو برده. سینترون در مقابل کانلو آلوارز، چقدر قشنگ کامبینیشن زد و کار حریف رو تموم کرد. نگاه کنید در گوشه رینگ، یعنی رایت پانچ، بادی پانچ و تمام. 60 مبارزه، 57 برد، دو بار مساوی، یه بارم به فلوی میویدر باخت که اونم ناکاوت نشد. چقدر زیبا کار میکنه کانلو آلوارز، واقعا بوکسش زیباست و طرفدارم خیلی داره. چه با راکی فیلدینگ، اون رو هم با بادی پانچ مغلوب میکنه. بالا رو یه آپرکات، یه دونه بادی پانچ، دقیقا برعکس تایسون زد ضربه رو. تایسون بادی میزد بعد آپرین، یه آپر یه بادی پانچ. آوردش با گومز، چقدر قشنگ رایت پانچ، لف پانچ، آپرکات، کامبینیشن های مختلف و تمام میکنه داورکارو، تمام میکنه داورکارو. چقدرم زیبا کار کرد، چقدر هیمیکر های محکم هم میزنه به سر و صورت حریف. چه آپرکاتی، لف هوکی، رایت هوکی و تمام و تمام. آلفرد آنگولا در مقابل کانلو آلوارز، چه آپرکاتی خورد و تموم کرد. اینجا داور کارو نگاه کنید، نقطه ای میبینه آپر بازه، ببین یه نشون میده، دو بار نشون داد، دید بازده میکنه، زد. خیلی زیبا کانلو آلوارز اینجا در مقابل لوپز. خود لوپز هم بی نظیره باکسش، بی نظیره باکسش، گوشه رینگیرش آورده و باز تموم میکنه کار لوپز رو. کانلو آلوارز
فقط به فلوی میویدر مغلوب شد و اینه همه رو برده، همه رو برده. اوه اوه اینجا نزدیک بود داورم بزنه و اینجا رایت پانچ. چقدر محکم زد و کار رو تموم کرد. در برگشت داورم اومد جدا کرد و مبارزه رو تموم میکنه. رایان رودز چقدر قشنگ، یه دونه لفوک، کامبینیشن مختلف، یه رایت پانچ عالی، آپرکات و تمام و تمام. کانلو آلوارز هر کی جلوش قرار میگیره رو نابود میکنه. واقعا نقطه زنه، گول زنیش عالیه، مخصوصا با دست چپش خیلی گول میزنه حریفا رو. ببین هولش هم پرد کرد مربی حریف. اینجا جوزه کوتا ببینید چقدر قشنگ در گوشه این گوشه ای رینگ بیاد، خیلی ضربای حیاپه و عالی به حریفا میزنه و داورم تموم میکنه. مبارزه اصلا میدونه که حریفم کارش تمومه، داره دفاع میکنه. ولی ببینید این مشتی که میخوره لفت هوک، ببینید اینجا نه، اینجا هم نه، این لفت هوک نبود، این لفوکی که خورد سرش اینجوری شد. داور ما تموم کرد. بله اینجا تموم کرد کارو و 9 ثانیه مونده بود تا راند 9 تموم بشه. ورزش با هررا، عجب رایت پانچی میزنه و تموم میکنه کارو، عجب رایت پانچی میزنه و تموم میکنه کارو. چه کرد، چه کرد. ببینید با جب نشون میده و در برگشت همیشه رایت پانچاشو میزنه. اینجا صحنه آهستهشو داریم میبینیم، صحنه ناکاوتیش نیست، صحنه آهسته مبارزشه. اون صحنه آخرم اگه نشون بده که عالیه، که گول میزنه اینجا. بله ناکنه چپو نشون میده با چپ، با رایت پاخ ضربه رو میزنه به فک حریفش و کار رو تموم میکنه. کانلو آلوارز اسطوره، مبارزش با مارات خوزه. باز دوباره لفوک، یه دونم رایت پانچ و کامبینیشنی که تازه دو تای دیگهش هم نخورد. نگاه کنید چقدر زیبا سر و صورت حریف میزنه، آخریش هم تازه نخورد. اگه اون آپرکات خورده بود که دیگه خیلی بس خراب بود. رایت پانچ، پانچ، آپرکات. آپرکات هم الان تو این صحنه دیدیم مالید به سرش و در گوشه ایرین. باز دوباره ببینید چقدر حریف ها رو گیر میندازه. آپرکات های پیاپی، کامبینیشن عالی، کاری نمیتونه بکنه حریف. وقتی که چند تا بخوره به فکش دیگه گیجه گیج میشه. دستارم آورده پایین با گارد باز، شبیه روی جونز جونیور. اینجا ضربه رو محکم میزنه از لای گارد. ببین نگاه میکنه کجا گارد بازه، با آخرین قدرت میزنه هوکای محکم و اینجا آپرکات که گیجه گیج کرده حریفو و ولش نمیکنه و مشتای پیاپی که بهش میزنه و کارو تموم میکنه. مایکل روزالس، مایکل روزالس هم خیلی بوکسر خوبی بود، کلافه کرده اصلا مایکل روزالس رو نگاه کنه. 17 ثانیه تا پایان رانده دهم. اینجا شروع میکنه ضربای محکم زدن. اصلا روزالس گیجه گیجه و اون جای همیشگیش که اگه گیر بنده ظریفو تموم میکنه کار رو. اصولا اگه اون گوشه رینگ ببره ضربه های پیپو کامبینیشن های خیلی خوبی میزنه. لوئیس فیچ باز ببینی همه رو میبره این گوشه، در گوشه خیلی خوب کار میکنه، اوورهند عالی و تمام و تمام، کار حریفو تموم میکنه. کانلو آلوارز عجب لفوکی زد، عجب لفوکی زد. اینجا و صحنه واسه این قسمت رو ببینی که ناچاوز میکنه. دوربینه دیگه یه دونه رایت پانچ عالی رو میزنه، در نهایت ناکات میکنه. راول پینزون چه ولش نمیکنه، باز دوباره بیفته دو دوره کامبینیشن زدن کار حریفو تموم میکنه. حریفش اومد اوورهند بزنه که نشد. اینجا پاش داره میلرزه حریف، میبینی پا که بره دیگه تمومه. آلوارز هم این موضوع رو میدونه. ببین اینجا که زهر زد پا داره صحبت میکنه باش، پا میلغزه و شروع میکنه به ضربه های عالی رو زدن به حریف، کار رو تموم میکنه. جب جب داشت نشون میداد، اومد یه اوورهند بزنه که کانلو آلوارز با کامبینیشن های عالی تمومش کرد. خوب شد بادی پانچ آخری نخورد. با ایلانوئز نگاه کنید،
یه آپرکات محکم، چقدر این آپرکاتو زیبا میزنه. در نهایت با رایت پانچای پیاپی کارو تموم میکنه. نگاه کنید لحظه ای که آپرکاتو زد مطمئنا دیگه حریفش هیچ چی نمیدید. اینجا یه لحظه سرش رو آورد پایین ها، اینجا زد، اینجا زد. داور رو ببینید که با چه قیافه ای میخواد بیاد جدا بکنه، انگار دعوا تو خیابونه. برو کنار ببینم، انقدر زده ضربه رو بهش. یه ثانیه هم دیر فکر کنم تموم کرد. حریفش گونزالس باز دوباره اون ضربه های محکم هوکش داره با آخرین قدرت سر و صورت حریفی وارد میکنه که میخواد دفاع بکنه، ولی کارش تمومه. داور تموم میکنه، گیج گیج شده دیگه حریف. در راندهای بالا هم هست، اصولا میبینید چپ و نشون میده، راست و محکم میکوبه. چپ و نشون میده، میبینید زیاد نمیزنه با چپ، راست و محکم میخوابونه. چپ و نشون میده، راست و محکم میخوابونه. باریکلا کانلو آلوارز. دیگه تمومه دیگه، دیگه تموم. و داور میاد تموم میکنه این مبارزه رو. لوسیانو کوئلو ببینید اینجا هم با ضربایی که زد داور مجبور شد کارو تموم کنه. صحنه های استر رو مشاهده میکنید. کانلو آلوارز رو ببینید باز چپونشون میده، چپونشون راستو میزنه. اینم یه دونه بادی پانچ که البته دفاع کرد، بادی پانچ رو با دستش دفاع کرد، ولی خب داور تشخیص داد دیگه مبارزه ادامه پیدا نکنه. الکس رودریگو اینم کارش رو ببینید چقدر راحت تموم کرد. یه جا خالی، یه بادی پانچ محکم، همونم در بغلش یه دونه رایت هوک زد. مانی مین ودر، فلوید مین ودر، بهترین بوکسور تاریخ تا به امروز بدون باخت در مقابل آلوارزی که اون هم اینجا بدون باخت هستش قرار گرفته. یعنی کی پیروز این مبارزه خواهد شد؟ تیمو ببینید، 100 نفر فقط تو رینگن، الان همه باید خالی کنن برن بیرون، فقط 3 نفر داخل رینگ باشن، داور و 2 فایتر کانلو آلوارز در مقابل فلوید مین ودر. مبارزه آغاز میشه. چجوری سرشو میاره پایین و سمت دست فلوید مین ودر، یه مدل عجیب و جالبیه. زمانی که حریف میخواد ضربه بزنه به سرعت فرار میکنه، میره عقب، و زمانی که حریف فکرشو نمیکنه ضربه رو میزنه. این ضربه رو میزنه، کلینچ میکنه و اینجا راند 2 هم به اتمام میرسه. کانلو آلوارز ضربای پیاپی داره از مین ودر میخوره. ضربه که به مین ودر میزنه با شونش دفاع میکنه و شونش رو هم نشون میده. اصلا سبک جدیدی داره این مین ودر. لبخندی هم بهش میزنه، این جب و زد به صورت فلوید مین ودر. و بدونید تمام اینا امتیاز داره، هر ضربه که اینا دارن میزنن امتیاز داره. دست چپ، دست راست، میخوره نمیخوره، ضربه میخوابه نمیخوابه، قدرتش، همه اینا رو یه سری افراد دارن میشمارن و دست قاضیا میدن برای آخانش. این بهتر داره کار میکنه مین ودر. یعنی لحظه‌ای که داریم میبینیم مین ودر داره بهتر کار میکنه و باز راند تموم میشه. صورت رو ببینید، چقدر زیبا رایت پانچ رو میزنه به صورت آلوارز. میزنه چقدر زیبا، شطرنج این بازیشون، بازی لحظه ها، ثانیه هاست. جا خالی دادن ها رو ببینید، در چه سطحی دارن جا خالی میدن. دیگر رو میزنه، یه آپرکات عالی از فلوید مین ودر. دفاع ها رو ببینید، جا خالی ها رو ببینید. وای، من بعضی وقتا فکر میکنم واقعا اینا صحنه آهسته دارن میبینن از چشاشون. استشو میبینید در برگشت ضربه رو میزنه به صورت آلوارز، میره برای کلینچ. رقص پای عالی، رقص پا رو ببینید و تمام. و بله، فلوید مین ودر رو به عنوان پیروز اعلام میکنن و برنده این مبارزه میشه. مبارزه سختی داشت و این مبارزه سر کمربند بود. آلوارز میبینید که خیلی ناراحته، چون اونم باخت نداده تا بال، فکر کنید اولین باختشه. و این بوکس به نفع فلوید مین ودر به حق به اتمام میرسه و یکی از بوکس های خیلی جذاب و عالی بود که براتون گذاشتیم، از ما درخواست کرده بودین. دوستان از پلیلیستا غافل نشید، تو پلیلیستا ما یه قسمت داریم برای بوکس، یه قسمت داریم برای کشتی، MMA داریم، فایترهای عجیب غریب رو داریم، فایترهای منتخب رو داریم، مستند فایترها رو داریم، استادای قلابی رو داریم، خیلی داستان زیاد داریم، نزدیک 300 تا ویدیو داریم. و اینکه اگر از این سبک برنامه خوشتون بیاد بهمون بگین، دکمه زنگولون پایینم بزنید که هر ویدیو من گذاشتم بتونید سریع مشاهده کنید. سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی از انرژی توپتون. اینجا ویدیوهای دیگه بهتون پیشنهاد شده، اونا رو هم حتما ببینید. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. خدا نگهدار.